بسیاری از پروژه هایی که توسط آمریکا، جامعه جهانی و دولت افغانستان در کشور تطبیق می شوند، فاقد سندت بوده و در بسیاری موارد پیمانکاران با دادن رشوه و ارائه گزارش های غیر حقیقی باعث می شود که پروژه ها به خصوص ساختمانی با بدترین کیفیت عرضه و در زمان کوتاه تخریب شوند. به تازگی سیگار یا اداره عمومی بازرسی ویژه برای بازسازی افغانستان از احتمال اختلاس 85 میلیون دلار به بهانه ساخت یک هتل و یک محل رهایشی در کابل خبر داده است. من این نامه را به خاطر با خبر ساختن شما در مورد نقایض جدی در مدیریت و نظارت قرضه 85 میلیون دلاری که شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا برای ساخت یک هتل و یک آپارتمان رهایشی که در مقابل سفارت آمریکا در شهر کابل قرار دارد به شما می نویسم من چند قبل از این ساحه بازدید کردم و همکارانم در مورد بودجه های اساسی این پروژه ها برایم گفتند اکنون هم هتل و هم محل رهایشی خالی رها شده و از وضعیت قرضه ها اطلاع در دست نیست که این خود امکان موجودیت فساد را آشکار می سازد. سیگار در نامه خود به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا آپتیک نوشته که هتل پنج ستاره و آپارتمان رهایشی کابل گران که این شرکت برای ساخت آن به یک تاجر اردنی به نام فتح تاهر و شریک آمریکایی اش جنرال سیستم انترنشنل 85 میلیون قرضه داده است ممکن مورد دستبرد و اختلاس قرار گرفته باشد بعد از اولین قرضه از طرف شرکت سرمایه گذاری خصوصی آمریکا کار بالای ساخت این هتل در اوایل سال 2009 آغاز شد در سال 2010 و 2013 قرضگیران را پرهای تکمیل کار را به شرکت اوپیک فرستادند و ادعا نمودند که کار هتل در ختم سال 2013 تمام می شود. در نامه سیگار همچنان آماده است که در حال حاضر سفارت آمریکا در افغانستان به امنیت این هتل و آپارتمان را تعمین کند که مالیات اضافی را بر مردم آمریکا تحمیل می کند تحقیقات اولیه ما نشان می دهد که این پروژه ها فاقد مدیریت درست بوده و بازرسی درست توسط شرکت و سرمایه گذاری خصوصی آمریکا نشده است آپتک به طور مدوام از جریان کار بالای این ساحات دیدن نکرده و تنها به گزارش قرضه گیرندگان اکتفا کرده است